سپاه پاسداران خبر فرار و بازداشت چند تن از فرماندهان ارشد این نهاد را تکذیب کرده است. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران گزارش‌ها در این ارتباط را تاکتیک نخنما شده دشمنان خوانده و اظهار داشته که این فرماندهان در جایگاهی جدید در سپاه فعال هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، رمضان شریف روز سه‌شنبه 21 خرداد گفت دشمنان به تاکتیک نخنما شده متوسل و در صدد برآمدند با بهره‌گیری از رسانه‌های وابسته و شبکه‌های اجتماعی تبهکار پس از تغییرات و تحولات اخیر در سطح فرماندهی سپاه و برخی دیگر از فرماندهان به شایع پراکنی پیرامون سرداران و مسئولین و بعضن خانواده آنان در سپاه بپردازند و در همین راستا به طرح اکاذیب مشمئز کننده مانند فرار از کشور یا دستگیری چند تن از سرداران سپاه از جمله سرداران نصیری، ربیعی، تولایی و غیره مبادرت ورزیدند. رمضان شریف ادعا کرد این افراد در جایگاهی جدید در سپاه فعال و با جدیت به ایفای مأموریت‌ها و مسئولیت‌های محوله اشتغال به خدمت دارند و حتی اخباری از حضور آنان در محافل منتشر شده است. در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره بازداشت یا فرار چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران منتشر شده بود. از جمله در آخرین مورد برخی وبسایت‌ها خبر داده بودند که محمد تولایی، معاون سابق امور راهبردی سپاه، در حال خروج از کشور بازداشت شده است. این وبسایت‌ها مدعی شده بودند که او در ارتباط با خروج اسناد اتمی ایران توسط اسرائیل بازداشت شده. مصطفی ربیعی، معاون سابق بازرسی سپاه، دیگر فرمانده‌ای است که گزارش‌هایی از بازداشتش منتشر شده بود. روز 18 اردیبهشت خبر برکناری آقای ربیعی و انتصاب رضا سلیمانی به جای او منتشر شده بود. پیش از آن نیز گزارش‌هایی درباره فرار علی نصیری، فرمانده سابق سپاه حفاظت انصار، منتشر شد. آقای نصیری در اردیبهشت ماه سال جاری برکنار و فتح‌الله جمیری جانشین او شد. در سالهای گذشته نیز گزارش‌هایی درباره دستگیری برخی از مقامات امنیتی ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل منتشر شده است. از جمله گزارش شده که دو مسئول میز اسرائیل در وزارت اطلاعات و همچنین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و اعدام شدند. اما خبر بازداشت چند تن از اعضای ارشد سپاه را حدود یک ماه پیش علی جوانمردی، خبرنگار صدای آمریکا، در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. آقای جوانمردی در آن زمان نوشته بود طبق اخباری که به دست او رسیده، یک سرتیپ سپاه و همراه 122 تن دیگر از فرماندهان این نیرو به جرم جاسوسی دستگیر شدند. او افزوده بود عصر روز دوشنبه 15 اردیبهشت سید محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، به همراه چند تن از معاونین خود با سردار حسین سلامی، فرمانده سپاه، دیدار کرده. این جلسه بیش از 7 ساعت به طول انجامیده. در این جلسه که به درخواست وزیر اطلاعات برگزار شده، معاونین وزارت اطلاعات انبوهی از اسناد و مدارک مربوط به یک پرونده کشف شده جاسوسی سپاه را همراه با یک لیست پرسنلی در برابر هیئت سپاه قرار دادند. در لیست ارائه شده اسامی یک سرتیپ سپاه و همراه 122 نفر از اعضای این سازمان درج شده بوده. آقای جوانمردی نوشته پس از بحث‌های مفصل سردار سلامی دستور بازداشت متهمین را صادر می‌کند. علی جوانمردی در ادامه نوشته روز چهارشنبه 18 اردیبهشت خبرگزاری فارس اعلام کرد حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، طی حکمی سردار سعید سلیمانی را به سمت معاونت بازرسی سپاه منصوب کرد. در مراسم تودیع و معارفه معاونت بازرسی سپاه از زحمات سردار ربیعی در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی شد. و این سردار ربیعی همان سردار سرتیپی است که نام او در صدر لیست 123 نفری جاسوسی سپاه ذکر شده. سردار ربیعی بلافاصله پس از مراسم معارفه از سوی حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت می شود. آقای جوانمردی نوشته در همان شب 18 اردیبهشت در یک عملیات ضربتی و همزمان 122 فرمانده دیگر سپاه که عمدتاً از تشکیلات سپاه در تهران، اهواز، مشهد، ساری و سنندج بودند دستگیر شدند و تحقیقات از آنان از همان ساعت اولیه آغاز شد. علی جوانمردی حدود یک هفته پیش هم در گزارشی نوشت سپیده دم روز شنبه 7 اردیبهشت سردار سرتیپ پاسدار محمد تولایی، معاون سابق امور راهبردی سپاه، در حالی که قصد خروج از تهران را داشت، در یک طرح مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد. سردار سرتیپ پاسدار محمد تولایی در بهمن ماه سال 96 توسط وزارت اطلاعات به عنوان یک عامل نفوذی خارجی مورد ظن امنیتی قرار گرفته بود، اما در تعامل با سازمان اطلاعات سپاه پس از مدت کوتاهی این شک امنیتی برطرف و آزاد شد. سردار سرتیپ محمد تولایی در اسفند ماه 97
از پست خود برکنار و در یک شغل کم اهمیت به کار گمارده شد. به نوشته آقای جوانمردی، در اواسط اردیبهشت 97 وزیر اطلاعات طی نامه محرمانه‌ای به رهبر نوشته بود مدتی است که وجود چند شبکه جاسوسی و نفوذ در کشور فعال شده است. شواهد به دست آمده این مدعا را تقویت می‌کند که بیشتر افراد این شبکه در سپاه یا نهادهای انتصابی و بالادستی سپاه نفوذ دارند. آقای جوانمردی افسوده بود از خرداد 97 علاوه بر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نیز به طور فعال وارد کیس سردار تولایی شد و او در نهایت بازداشت شد و در حال حاضر در بازداشت اطلاعات سپاه است. آقای جوانمردی نوشته در بین سپاه شایع کردند که سردار تولایی یکی از عوامل اصلی تسهیل کننده سرقت اسناد و آرشیو اتمی کشور بوده است که در اواسط بهمن 96 به وقوع پیوست. اسرائیل ادعا می‌کند که شب 31 ژانویه 2018 برابر با 12 بهمن 96 نیروهای وابسته به این کشور با ورود به خاک ایران موفق به سرقت بخشی از اسناد و مدارک حاوی اطلاعات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شدند که در انباری در جنوب تهران نگهداری می‌شد. درست یا نادرست بودن ادعاهای علی جوانمردی مشخص نیست، اما آنچه مشخص است این است که حتما سپاه پاسداران تحت فشار زیادی بودی که مجبور به انتشار تکذیبی درباره بازداشت و فرار چند تن از فرماندهان نشده. علاوه بر این، یکی از اقدامات سپاه برای پوشش دادن قضیه شک‌ها و تردیدها درباره درستی شایعات را تقویت می‌کند. سپاه پاسداران مدت‌ها در مورد سرنوشت علی نصیری، فرمانده سابق سپاه حفاظت انصار، مصطفی ربیعی، فرمانده سابق بازرسی سپاه پاسداران و محمد تولایی، معاون سابق امور راهبردی سپاه سکوت کرد تا آنکه روز 4 اردیبهشت این عکس از آقای نصیری منتشر شد. عکسی که علی نصیری را پشت سر حسین طائب، مسئول اطلاعات سپاه و قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس نشان می‌داد. ادعا شده بود که این تصویر متعلق به مراسم معارفه حسین سلامی، فرمانده جدید سپاه پاسداران است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران این عکس را در کنار مجموعه‌ای از عکس‌های دیگر از این مراسم منتشر کرد. سایت تسنیم وابسته به قوه قضاییه همین تصویر را بهانه قرار داد و گفتگویی ساختگی با علی نصیری منتشر کرد. در این مطلب به نقل از آقای نصیری نوشته شده بود بنده امروز در مراسم تودیع و معارفه فرمانده کل سپاه در ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور پیدا کردم و تصویر و فیلم آن نیز در رسانه‌ها منتشر شد. تسنیم به نقل از نصیری نوشته شایعه‌ای که در رسانه‌های ضد انقلاب و خارجی منتشر شده سرتاپا دروغ است و حقیقت ندارد. به نظر می‌رسد به این دلیل که مسئولیت سابق بنده دارای حساسیت‌های امنیتی بوده این دروغ پردازی‌ها انجام گرفته است. اما هفته نامه صبح صادق وابسته به سپاه پاسداران هم از تاکتیک مشابه خبرگزاری فارس استفاده کرده و در کنار انتشار تصاویر متعدد از مراسم معارفه فرمانده جدید سپاه، تصویری از نصیری منتشر کرده که پشت سر حسین طائب در حال خوش و بش کردن با بغل دستیش است. در تصویر دیگری که صبح صادق از حسین طائب منتشر کرده، مشخص است که طائب در گوشه‌ای نشسته و این بار نه قاسم سلیمانی دیده می‌شود و نه از علی نصیری و بغل دستی‌اش خبری است. اما فیلم‌های منتشر شده از مراسم معارفه حسین سلامی، فرمانده جدید سپاه، همه چیز را بهتر نشان می‌دهند. با دقت در این فیلم‌ها می‌بینیم که نه نصیری در مراسم حضور داشته و نه حسین طائب پشت سر قاسم سلیمانی نشسته بوده. این گزارشی است که باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا سیما از مراسم منتشر کرده و عین این تصاویر در گزارش‌های متعدد پخش شده از شبکه‌های مختلف صدا سیما هم مورد استفاده قرار گرفته. اینجا محمد علی جعفری، فرمانده پیشین سپاه، در کنار حسین سلامی، فرمانده جدید سپاه و حسین حسنی سعدی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه دیده می‌شود. پشت سر آنها فردی قد بلند با لباس شخصی و عینک با کتی ظاهرا سرمه‌ای نشسته که او را لباس شخصی شماره 1 می‌نامیم. ظاهرا این اول مراسم است و همه هنوز نرسیدند. چند ثانیه بعد تصویر روبوسی حسین سلامی با محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دیده می‌شود که ظاهرا تازه از راه رسیده. در نمای بعدی که از روبروست می‌بینیم که حسین حسنی سعدی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، جای خود را به محمد باقری داده و خود به صندلی کناری رفته. در این نما یحیی رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه و مشاور کنونی خامنه‌ای، و محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه هم دیده می‌شوند. همچنان فرد لباس شخصی شماره 1 پشت سر محمد علی جعفری دیده می‌شود. یک فرد دیگر هم با کت آبی رنگ پشت سر حسین سلامی نشسته که او را فرد لباس شخصی شماره 2 می‌نامیم. کنار لباس شخصی شماره 2 سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران دیده می‌شود.
اینجا هم قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس از راه میرسد و پس از چاه سلامتی در کنار سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جای میگیرد. در این نما لباس شخصی شماره 2 و سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی همچنان در ردیف دوم دیده میشوند و البته این بار محسن رضایی هم به جمع پیوسته و به جای محمد علی جعفری کنار حسین سلامی نشسته. بدین ترتیب در هیچ یک از این کلیپ ها نه از علی نصیری خبری است و نه حسین طائب و تردیدی نیست که این عکس منتشر شده توسط خبرگزاری های ایران متعلق به یک مراسم قدیمی است. در مقابل این عکس ها که در آن فرد لباس شخصی شماره 1 و 2 دیده می شوند واقعی هستند. البته اینکه سپاه پاسداران علاقه ای ندارد که درباره بازداشت یا اخراج اعضایش خبری منتشر کند امری است که دیگر بر کسی پنهان نیست. در یک ویدیو منتشر شده از سخنرانی محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه در سال 88، آقای جعفری یکی از مشکلات عمده کشور را فساد می‌داند و خود اعتراف می‌کند که سپاه برای حفظ وجهه خود با سرداران متخلف برخورد نمی‌کند. وقتی می‌خوایم عدالت رو پیاده کنیم معنا نداره که وقتی که دو نفر متخلف در یک جرمی وجود داره یکی رو رها کنیم، یکی رو با ملاحظات مختلف کاری باش نداشته باشیم و یکی دیگر رو که از یک قشر دیگری و حامی نداره، پشتیبان نداره، به اصطلاح معروف پارتی نداره، اون رو در واقع بسپاریم به دست قانون. اینو وقتی مردم میبینن نمیتونن دلشون رو خوش بکنن به این که ما عدالت رو داریم پیاده میکنیم. این موضوع، این برخورد دوگانه با طبقه بالا متاسفانه شاید تو سپاه خودمونم نفوذ کرده باشه. بعضی سرداران یا بعضی مسئولین وقتی تخلف میکنن میگیم که نه این نباید، این حالا باید ملاحظه بشه به خاطر اینکه مثلا آبروی سردار رو میره. یه همچون نگاهی در گذشته وجود داشته و با این هم باید مبارزه بشه. ببینید این نگاهی که تو جامعه وجود داشته تو سپاه هم رسوخ کرده.